من بحثم در مورد سمپتوم های روانی و سمپتوم های اختلالات روانی باورهای رایج جمعی در برابر رویکرد علمی تحلیلی هست. سمپتوم های روانی منظور من نشانگان علائم بیماری های روانی، البته من عمدن از کلمه اختلالات روانی استفاده می کنم که ترجمه دیزوردر یا اشتوغون در زبان آلمانی است و نه بیماری. مدت هاست که دیگه کلمه بیماری های روانی کمتر استفاده میشه، بیشتر اختلال روانی است. نشانگان اختلالات روانی به ترجمه داریوش آشوری درد نمون، که من فکر می‌کنم ترجمه خوبی هم هست، درد نمون یا نمایاننده درد در واقع سمپتوم. و چون این کنگره درباره سلامت روانی بود، من فکر کردم که بد نیست که ما به اون روی سکه سلامت روانی هم یک مقدار بپردازیم و اون هم اختلالات روانی هست و یک مقدار اینجا روشن‌تر و بی‌پرواتر و یک مقدار بی‌پرده با این مسئله روبرو بشیم، چون به هر حال مسئله مهمی هست و اگر ناخرسندی داریم یا آزار خود رنج میبریم از چیزی، یا اگر خودمون رو آزار میدیم یا دیگران رو آزار میدیم، باید یک مقدار بی‌پرده تر مواجه بشیم. اینجا این امکان رو میداد که این بحث رو پیش بکشیم و به نظرم این بحث خیلی ناگزیر هست. اهمیتش این بود که در این حوزه معمولاً چندان شفاف و روشن صحبت نمیشه و بحث در این مورد همچنان سخت هست. پیش‌فرض‌ها، پوشیدگی‌ها و ملاحظات زیادی در مورد مسائل روانی وجود دارن. نیازی به گفتن هم نیست که به خصوص در فرهنگ ایرانی اختصاصاتی مثل آبروداری، نگاه جمع، قضاوت دیگران اینو معمولا سخت‌تر میکنه که در مورد خودمون، در مورد که با خودمون مواجه بشیم. با وجود اینکه در سالهای اخیر سطح آگاهی‌های عمومی ظاهراً اینطور گفته میشه در جامعه ایران بالا رفته، با این حال من فکر نمی‌کنم، من خیلی خوشبین نیستم. به نظر میاد که در این انبوه در واقع حجم آوار کلمات که در این شبکه‌های اجتماعی هم رد و بدل میشه، اطلاعات غلط و اطلاعات غیر تخصصی هم احتمالاً زیاد توضیح میشه، گرچه خب اطلاعات درست هم هست. با این حال مواجهه روشن با این حوزه، به خصوص در مسئله حوزه مسائل روحی روانی، اصلا کار ساده‌ای نیست و این بود که در واقع موضوع کنگره امسال این امکان رو داد که من فکر کردم که یک مقدار به طور پایه‌ای تر اصلا ببینیم اختلالات روحی روانی رو چطور میشه تقسیم بندی کرد. و از این قبل من بحثم در سه بخش ارائه خواهم کرد. بخش اول یک بررسی کلی و نقد باورهای عمومی و قضاوت‌های عمومی در مورد اختلالات روانی هست. بخش دوم یک مقدار معرفی کلی رویکردهای علمی و تقسیم‌بندی‌های سیستماتیک هست. در بخش سوم اینکه چطور مواجه بشیم با سمپتوم‌های روانی، مواجهه‌های مختلف، مدل‌های مختلف درمانی و مواجهه‌های مختلفی که رویکردها، اپروچ‌های مختلفی که وجود داره. به نظرم خیلی بحث گسترده‌ای هست. من سعی می‌کنم خلاصه و نکات کلیدیش رو بگم، امیدوارم که در این وقت کوتاه فرصت بشه. با این پرسش شروع می‌کنم که فهم و دریافت ما از مفهوم سلامت روانی و نیز اختلالات روانی تا چه حد واقعی و تا چه حد علمی و تا چه اندازه برگرفته از پیش‌فرض‌ها و باورهای جمعی نامستدل و آزمون نشده است. من خودم در جریان فعالیت پزشکی گذشتم در ایران و چه در اینجا، در این سالهای اینجا این تجربه رو داشتم که مواجه شدم با مشکلات روحی روانی یا طرح تشخیص بالینیش با مقاومت‌های ناخودآگاه زیادی روبرو هست از سوی فرد و خانواده. این به خصوص در مورد اینو در تجربه ایران هم میگم و همینطور همین الان هم که من گاهی در ارتباط یا رفتم به ایران میبینم که هنوز هم این انگاره‌های فرهنگی، پیش‌فرض‌هایی که ما داریم مشکل ایجاد میکنن برای اینکه ما مواجه بشیم با خودمون. هنوز هم خیلی از ما ایرانیان در زبان روزمره فرد درگیر با این مشکلات رو دیوانه یا روانی یا یک کسی که قرص و دوا مصرف میکنه مینامیم. کسی که اختلال روانی داره احتمالاً شکست خورده، برش قضاوت میکنیم، ضعف شخصیتی داشته یا ارزش‌گذاری اخلاقی میکنیم، تحقیرش میکنیم و
این کم نیست. نقش باورهای جمعی نقد یا آزمون نشده، اهمیت نانوشته قضاوت دیگران، اهمیت نگاه شماتتبار جمع، شرم، حیا، آبروداری در شکل‌گیری تصور ما از مسائل روحی روانی و نحوه مواجهمون با آنها پر اهمیتند. هنوز هم وقتی که در این مورد صحبت میکنیم، مرجع گفته هامون نامشخص اغلب و اغلب یک دیگران یا یک بزرگان ناشناسی ارجاع میدیم. من فکر میکنم اگر به سلامت یا به سلامت روحی و یا رشد روانیمون فکر میکنیم، ناگزیریم به شکل روشنتر و علمیتری با موضوع اختلالات روانی و نشانه شناسیشون مواجه بشیم. برای پرداختن به این موضوع ناچاریم نخست پرسش و مسئلهمون رو به شکل روشنتری صورت‌بندی کنیم. پرسش ساده و اساسی‌تر احتمالاً این خواهد بود که آنچه ما به عنوان اختلالات یا مسائل روحی روانی می‌نامیم دقیقاً به چه اشاره می‌کنند یا چه طیفی را شامل می‌شوند و نیز اینکه در مواجهه با سمپتوم‌های یا نشانگان اختلالات روانی چه رویکردی رو می‌توانیم داشته باشیم. در مواجهه با این پرسش‌ها ناگزیریم به یافته‌های علمی و کنکاش‌های فکری مربوط در روانپزشکی، روانشناسی، روانکاوی و عصبشناسی، نورولوژی و نیز تا حدی فلسفه مراجعه کنیم. همونطور که اطلاع دارید، غیر از فلسفه سایر این حوزه‌ها شاخه‌های کم و بیش جدید دانش مدرنن و همچنان در حال توسعه و تغییره. حالا من به طور کلی وقتی میخوام فکر کردم که ما وقتی راجع به مسائل روانی صحبت میکنیم یا اختلالات روانی دقیقاً به چی اشاره میکنیم؟ من فکر میکنم این گسترش بسیار متنوع هست، از بیقراری‌ها و بحران‌های روحی که اصلا بیماری نیستند و بیشتر بیقراری درونی هست، تا اضطرابات با درجات مختلف، تا ناخوشی‌های فردی، تا تنش‌ها و تعارضات روحی روانی و بعد به تدریج اختلالات مزمن شده، بعدتر بیماری‌های تثبیت شده روانی با علائم آزاردهنده مشخص برای فرد. یعنی طیفش بسیار گسترده‌تر هست در اینکه ما فقط بتونیم تحت چند عنوان ساده مثلا افسردگی یا اضطراب نامگذاریش کنیم. و علم روانپزشکی که از شاخه‌های جدید پزشکی مدرن هست، سعی داشته تا اختلالات علامتدار و بیماری‌های روانی رو صورت‌بندی و تقسیم‌بندی کند و درمان‌های استاندارد و مشخصی برایش بجوید. البته توجه داشته باشید که من اینجا بحثم توصیفی هست، یعنی اصلا قصد جانبداری یا نقد روانپزشکی رو ندارم، فقط دارم توصیف میکنم چه رویکردی وجود داره در حال حاضر. رویکرد اولیه علم روانپزشکی در تاریخش بیشتر عصب شناسانه بوده، نورولوژیک، و سعی داشته مثل اغلب شاخه‌های پزشکی مدرن سمپتوم‌ها رو به صورت ابجکتیو عینی شناسایی و بعد در قالب سندروم‌ها و بیماری‌های تفکیک شده تقسیم‌بندی و راه‌های درمانی رو براشون پیشنهاد کنه. من یک تاریخچه خیلی کوتاه میدم از روانپزشکی، البته بحثم با بحث های دکتر مکارمی هم همپوشانی داره در این مورد، که جدا از گذشتش که در یونان قدیم یا در حدوداً مثلا 7-8 قرن پیش هم محمد ابن زکریای رازی یا ابو علی سینا نوشته‌ای در این مورد دارن که من در این مورد چون کار نکردم نمیتونم دقیق صحبت کنم، ولی میدونم که ابو علی سینا سعی داشته افسردگی‌ها رو مثلا طبقه بندی کنه. ولی شروع سایکیاتری روانپزشکی مدرن به عنوان یک تخصص پزشکی تقریبا از میانه‌های قرن 19 هم شروع میشه، 19 هم میلادی، و ریشه هاش از اواخر قرن 18 هم میلادی هست. نخستین چهره معروف در این مورد ویلهلم گریزینگر هست و بعد کسی که شاخص هست در این مورد امیل کرپلین هست، که در واقع روان پزشکی رو یک رویکرد کاملا نورولوژیک و عصب شناسانه داره، در واقع یک نایرو سایکیاتری رو ارائه میکنه. بعدتر کسی مثل کارل یاسپرس که فیلسوف هست در میانه های در فکر میکنم 1920 یا این حدود، پایه‌های متدیک تفکر سایکوپاتولوژیک مدرن رو در واقع آسیب شناسی روانی مدرن رو پایه‌گذاری می‌کنه در کتاب آلگماین پسیکوپاتولوژی یا آسیب شناسی روانی عمومی، که بعد این گسترش پیدا می‌کنه و بعد
در دهه 50 سایکوفارماکولوژی یعنی در واقع داروشناسی دارودرمانی روانی میاد، یعنی میبینید که قدمت داروهای ضد افسردگی و از این قبیل خیلی نیست، از حدودا 60 سال 60-70 سال پیش است. سایکوفارماکولوژی یک اتفاق مهمی هست در روانپزشکی، به خاطر اینکه اینا میتونن بعدش یه مقدار زیادی بیماری های به خصوص سایکوز روانپریشی رو کنترل کنن. و بعد در طی نقد هایی که به این روانپزشکی میشه در حدود دهه 60 و 70 میلادی رفورم سوشال سایکیاتری اتفاق میفته که به فاکتورهای سوشال اجتماعی خیلی دقت میشه و بعد این همینطوری تغییر میکنه تا این سایکیاتری مدرن یا اخیر جدید که در واقع من تجربه که شخصا هم داشتم در کلینیکا اینجا یک رویکرد بیو سایکو سوشال داره، یعنی در واقع سعی میکنه ریشه های رویکرد بیولوژیک سایکو تراپی و سوشال هر سه رو داشته باشه. یعنی در واقع ما اینجا خیلی حتما توی کلینیک مشاور اجتماعی داریم که اگر شخصی مشکل شغلی، مشکل خیلی چیزا، بیمه اینجور چیزا رو داره، ایشون میاد ساپورت میکنه، مشکلات سایکیش رو در واقع سایکوتراپی میشه و مشکلات بیولوژیکش به صورت درمان دارویی. این البته این توضیح کلی بود که میخواستم تغییر در واقع تغییری که روان پزشکی در طول این سالها داشته رو بهتون بگم، ولی خب مسلما نقد هم به روان پزشکی شده که من واردش نمیشم. مثلا میشل فوکو نقد میکنه که در میدونیم در بین نورمالیتی و دیوانگی این تقسیم بندی در واقع امکانی برای اینکه یک سیستم بتونه اعمال قدرت بکنه. حالا که من وارد این بحث نمیشم چون بحث خیلی مفصل و فلسفی هم هست. حالا در تاریخچه بررسی و درمان اختلالات روانی جدا از روانپزشکی، اما یک اتفاق مهم با تکوین روانکاوی یا سایکوآنالیزیس از اواخر قرن 19 هم رخ میده. فروید بنیانگذار این شاخه علمی مدل جدیدی برای توضیح ساختار روان انسان ارائه میکنه، بحث را از حوزه عصب شناسی نورولوژیک صرف خارج میکند و از تعارضات روانی، لیبیدو، سرکوب روانی و رویاها صحبت میکنه. فروید سعی میکنه با رویکردی علمی اهمیت ضمیر ناخودآگاه در بروز علائم روحی روانی رو به تفصیل شرح و توضیح بده. با ورود شاخه‌های جدید دانش روانکاوی، یعنی روانکاوی هم خودش توسعه و تغییر پیدا می‌کنه، کسانی مثل آدلر، یونگ و دیگران در طی زمان واقعاً توسعه و تغییر پیدا می‌کنه، رشته‌های متنوع و جدیدی از روان درمانی هم پا می‌گیرند. اکنون شاخه‌های بسیار متنوعی از روان درمانی داریم، از جمله رفتار درمانی، گشتالت تراپی، روان درمانی سیستمیک و و و، یعنی الان به خصوص در آلمان و سوئیس، آلمان نمی‌دونم اینجا به چه شکلی هست، خب بسیار متنوع هست که اینا متدولوژی و مدل خاص خودشون از روان و اختلالات روانی دارن. گرچه روانکاوی کلاسیک حوزه اختلالات روانی رو در دو شاخه عمده نوروز و سایکوز، یعنی روان نژندی و روان پریشی تقسیم بندی میکنه، این تقسیم بندی حالا به تدریج متنوع‌تر و شاید دقیق‌تر شده، به خصوص در حوزه روان پزشکی تقسیم بندی‌های جامعی ارائه شده که در اروپا پیشتر تحت عنوان ICD یا International Classification of Disease هست، در آمریکا تحت عنوان DSM هست یا Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders که من مثلا این نمونه کتاب ICD است که من آوردم، این یکی از مثلا رفرنس های اصلی روانپزشکی است که فقط من می‌خواستم اشاره کنم به اینکه این یک مانیوال هست، با این حال تقسیم بندی های بسیار جزئی شده، یعنی شما الان دیگه واقعا بین نوروز و سایکوز نیستید، بین من میتونم براتون به طور خلاصه بگم 10 تقسیم بندی عمومی میشه، یعنی حالا اینجا من ترجمهش رو سعی کردم بنویسم: اختلالات ارگانیک، اختلالات اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی یا هیجانی شامل افسردگی‌ها و غیره، اختلالات نوروتیک و استرس، همینطور شامل آسیب‌های روانی، دسته پنجم ناهنجاری رفتاری یا اختلالات با فاکتورهای جسمی، دسته ششم اختلالات شخصیتی و رفتاری،
دسته هفتم کاهش بهره هوشی، دسته هشتم اختلالات تکاملی و بعد اختلالات رفتاری هیجانی با شروع در کودکی و نوجوانی. همینطور که می‌بینید طیفش خیلی گسترده هست. با این حال خب همینطوری که می‌دونید روانکاوی کلاسیک همچنان سعی می‌کنه با تقسیم بندی اصلی خودش بمونه، یعنی خیلی هم به ICD الزاماً پایبند نیست. خب این یک بحث کلی بود، یعنی در مورد سمپتوم های روحی روانی. حالا من چون اپروچ روی کرده خودم خیلی واقعا بیماری محور نیست، من یک مقدار فکر میکردم که اینم ارائه کنم که سمپتوم یک نشانی روحی روانی میتونه یک امکان هم باشه، امکانی برای تغییر، امکانی برای رشد. و این جنبش حالا به خصوص من با روی کرده یونگی میگم شاید بیشتر مهم برای من شخصا بیشتر مهم. من فکر کردم که چطور ما میتونیم این بحث رو پیش ببریم و من فکر میکنم که خیلی مهم هست که چه مدلی، یعنی نحوه مواجهه ما بسته به این است که چه مدلی از روان، چه مدلی از انسان اون روان درمانگر توی ذهنش هست. و خب حالا این که میخوام مثلا این مثال بزنم، مدل روانی شما حتما میدونید که در گذشته مثلا همین الان هم شاید در ایران مثلا فرض کنیم یک نفر دچار سر شده و از کلمه جن زدگی استفاده میشه. و من خودم بیماری داشتم در بوشهر که دچار اختلال سر بود و شاید 10 بار حمله تشنجیش رو با کشیدن دایره گچی دورش سعی کرده بودم برطرفش کنم و بعد این اومد پیش ما با 10 بار سابقه سر، یک جوان. و خب شما تصور کنید که در این 10 بار چه آسیبی دیده بود. ولی میخوام بگم که این یک مدل هست، یعنی در واقع اون جامعه سنتی برای خودش یک مدل تعریف میکنه جن زدگی، یک نوع تبیین خاص هست، یک نوع ارکلیغون که هست به قول آلمانی. در هر دوره ما با یک تبیین یا مدل متفاوت مواجه هستیم. در روانپزشکی مدرن هم تبیین اول بیشتر به مبنای عصب شناسی نورولوژی که یعنی ریشه در واقع اختلالات روانی در مغز جستجو میشه. و خب روانکاوی یک مدل متفاوتی داره و من فکر میکنم که خیلی متفاوت هست که ما روان انسان رو صرفا در مغز انسان جستجو کنیم یا اینکه روان انسان رو یک دنیای بسیار پیچیده با هزار توهاش تصور کنیم که میتونه هم منشأ خلق آثار هنری باشه، منشأ شگفتی های متفاوت، منشأ اسطوره، منشأ هنر، علم و همه چیزی که ما در زندگی واقعی باش مواجهیم. و هم میتونه بسیار ترسناک باشه، منشأ شر، منشأ تباهی باشه. و این دنیای پیچیده رو واقعا منحصر کردن به محدود کردن به یک ساختار بیولوژیک، توضیح بیولوژیک به نظر من چندان اقناع کننده نیست. من فکر میکنم که تبیین هایی که تا به حال ارائه شده در حال توسعه پیدا کردن ولی بعید میدونم که هیچ وقت ما بتونیم به این مدلی برسیم که دقیقا و 100% روان انسان رو دقیقا توضیح بده. در این اساس میرم به بخش آخر بحثم و به این که بر اساس مدلی که ما از ساختار روان انسان داریم ممکنه 2 رویکرد متفاوت و عمده در حوزه روان درمانی داشته باشیم. یک رویکرد بیشتر ابجکتیو و تجربی هست که عمدتاً به بررسی سمپتوم ها توصیفی هست، تقسیم بندی سندروم ها و بیماری های روانی و تلاش برای رفع و درمانشون میپردازه. یک رویکرد دیگه هست که در مواجهه با فرد مراجعه کننده به شخصیتش، پرسونالیتیش، به کلیت شخصی و جامعیت فرد، به یگانگی شخصیت اون فرد، به گذشته و پس‌زمینه اجتماعی و فرهنگیش و تا حد ممکن به روان فرد انسانی در جامعیتش می‌پردازد. در این رویکرد دوم با سمپتوم به عنوان یا نشانه اختلال، به عنوان بیانی از تعارضات ناخودآگاه فرهنگی، ناخودآگاه فردی و نیز با توجه به امکان تغییر یا رشد فردی با ملاحظه و مدارای بیشتری برخورد میشه و گفتگوی با بیمار، با مراجعه کننده روی کردی بیشتر تفاهمی و بین الاذهانی یا اینتر سوبیکتیو رو دنبال میکنه.
اینجا من مایلم اشاره کنم همینطور به روی کردی که من از یاسپرس فیلسوف و روانپزشک آلمانی وام میگیرم که یک سایکوپاتولوژی تفاهمی اشاره میکنه، این در واقع نه به شکل کاملا توصیفی و اکسپریمنتال بلکه آسیب شناسی روانی رو در یک مواجهه بین فردی و بین الاذهانی جستجو میکنه و روی کردش فنومنولوژیک و پدیدارشناسان است. در این روی کرد که من خب حالا یک مقدار بیشتر طرفدارش هستم، این امکان رو باید یافت تا بیشتر قادر باشیم تا از مسائل و مشکلاتمون صحبت کنیم و باش مواجه بشیم پیش از اون که ازش وحشت داشته باشیم یا پوشیده نگاهشون داریم. به عنوان فرد انسانی من دارم تقوم میکنم به عنوان فرد انسانی باید بتوانیم راحت‌تر و روشن‌تر از بی‌قراری‌هایمان، ناخرسندی‌هایمان یا تنش‌ها و تعارضاتمان صحبت کنیم و با خاطرات سرکوب شده، تصورات و رویاهامون مواجه بشیم. بعد قادر بشیم به یاد بیاریم. یعنی یکی از کلیدهای روانکاوی به یاد آوردن هست واقعا. باید قادر باشیم با این تعارضات مواجه بشیم و اگر آزار ما میدهد و از آن رنج میبریم یا مواجهه و حلش برایمان دشوار است، با روان درمانگر دربارش گفتگو کنیم. سمپتوم آزاردهنده یا درگیر کننده شاید حتی بتواند امکان تغییر، حل یک تعارض روانی قدیمی یا یادآوری یک میل فراموش شده یا سرکوب شده و از این طریق حتی امکان رشد فردی را در اختیار بگذارد. در جریان یک گفتگوی روان درمانی یا روانکاوانه میتوان به تجزیه و تحلیل یک مشکل یا سمپتوم روانی با توجه به جامعیت شخصیت فرد پرداخت، نه فقط یک بخش از شخصیت فرد. تجزیه و تحلیلی که احتمالاً میتواند در طی زمان مواجهه بهتر با خود و شناخت بهتر فردی را هم ممکن کند. این موضوعی هست که ناگزیر با سلامت فردی و اجتماعی مربوط است. این پروسه‌ای هست که گرچه میتواند پیشبرنده و رهایی بخش باشد، اما به شکیبایی، صبر و نیز رویکردی انتقادی با خود، گذشته و نیز عادت‌ها و باورهای ما نیاز دارد.